موضوع سخنرانی که اعلام شده بود تأملی در مفهوم استقلال و رابطه آن با فرهنگ و دموکراسی. البته قبل از شروع صحبت بگم که این بحث با اینکه دارای جهتگیری و به هر حال بازتاب و نتایج سیاسی هست، ولی اساسا یک بحث فرهنگیه، با اینکه اجزایش مثل استقلال و دموکراسی مفاهیم سیاسی و سیاسی هستن عمدتاً، ولی بحثی فرهنگیه به این معنا که خارج از به اصطلاح موضع‌گیری ها یا بحث های مقطعی سیاسی مطرح میشه، اگرچه همینطور که خواهیم دید به اصطلاح مطرح ترین مسائل سیاسی روز از جمله مسائلی که وجود داره به عنوان بحران خلیج و جنگ و غیره و اینا خواه نخواه پرداخته خواهد شد توش و یا دامن خواهد زد به این بحث. منتها بیشتر یک برخورد نظری فرهنگی هست به مسئله استقلال با حرکت از وقایع و پدیده های موجود. بنابراین با اجازه دوستان شروع میکنم. ما در دوران یک بازاندیشی همه جانبه به سر میبریم که تمامی مفاهیم و مقولات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را در بر میگیرد. چنین بازاندیشی خاصه دوران شکست ها و بنبست هاست. به عبارت دیگر ناکامی شیوه ها و برداشت های رایج ما را به اینجا میرساند که لختی درنگ کنیم و ببینیم آیا دیدگاه و طرز تلقی ما از مفاهیم و موضوعات کلیدی و اساسی که حرکت‌های اجتماعی را دامن زدند درست و دقیق بوده است یا نه، و آیا اساساً بها و جایگاه لازم را به آنها داده ایم یا نه. وقایع و پدیده‌های مهمی نیست که دور از انتظار و خارج از چارچوب پیش‌داوری‌ها و تحلیل‌ها و تصورات ما اتفاق افتاده و می‌افتند زمین ساز این بازاندیشی هست. یعنی توضیح بدم، یعنی به هر حال ما همیشه بر اساس خطوط و برداشت‌ها و به اصطلاح چارچوبایی که داریم یک سری پیشبینی‌ها یا یک سری تحلیل‌ها می‌کنیم و در عمل اینها با شکست روبرو میشه و خود این به هر حال زمین ساز این هست که بازاندیشی کنیم ببینیم چه اشکالی در اینها بوده یا چه نقصی. وقایع و پدیده های مهمی نیست که دور از انتظار و خارج از چارچوب پیشداوری ها و تحلیل ها و تصورات ما اتفاق افتاده و میفتند زمین ساز این بازاندیشی هستند، به خصوص اگر شاخص روند ها یا تحولات ریشه‌ای و دیرمان باشند. یکی دو دهه اخیر و به خصوص این چند ساله از این وقایع و پدیده ها کم ندارد. از سرنگونی رژیم سلطنتی در ایران و روی کار آمدن روحانیت و گسترش موج بنیادگرایی در کشورهای مختلف که مستقیم و غیر مستقیم به واقعی مزبور مربوط می شد تا ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی و فروکش کردن موج بنیادگرایی در ایران و پیدایش و تداوم آن در بعضی کشورهای دیگر، از تکان و تحرک‌های مختلف و پی در پی در کشورهای با نظام‌های اجتماعی و رژیم‌های سیاسی گوناگون و به خصوص کشورهای بلوک شرق گرفته تا شکست و بن‌بست انواع اپوزیسیون‌ها در ایران و سرانجام بحران خلیج فارس که به صورت جنگی مهیب دامنگیر شد و ابعاد و عواقب آن تا سال‌ها نه تنها این منطقه بلکه تمامی جهان را در بر خواهد گرفت. در چنین شرایطی دیگر نمیتوان همچنان به باورها، تحلیلها و شیوه های گذشته پایبند ماند و بازاندیشی در آنها را جایز نشمرد. چنین بازاندیشی نه یک فرصت طلبی و دنبال روی از جو زمانه و شرایط جهانی، بلکه یک تأمل و درنگ به خاطر خودمان و آینده امان است. تأمل و درنگی که تا حدی هم دیر شده است و اگر بیش از این به تأخیر افتد ما نیز بیش از این دنبال رو حوادث خواهیم شد، کما اینکه راجع به بسیاری از آن چه در این چند سال اتفاق افتاد و نیز درباره آن چه در اعماق و در طالع پدیده ها و روند ها موجود بود خیلی ها هشدار دادن و پیشبینی کردن ولی مؤثر واقع نگردید.
مثلا نمونه کشورهای اروپای شرقی را در نظر بگیریم. از سالها پیش بودند بسیاری از عناصر روشنبین و آینده نگر که نبود دموکراسی، مشکلات اقتصادی، بوروکراسی خشن و گسترده و انواع مفاسد و انحرافات اجتماعی و ضعف و ذلت شخصیت انسانی در این کشورها را مورد بررسی قرار دادند و به انتقاد از آنچه تحت عنوان سوسیالیسم نامیده میشد پرداختند و حتی این انتقادات را تا مبانی انسانی و فکری و نظری و فلسفی ادامه دادند. اما منطق دو ارزشی حاکم بر اذهان و اعمال بسیاری از روشنفکران و مبارزان که تا حدی ناشی از تمکین به قدرت و انکار نقش فعال خود و مردم بود، آنها را در خودفریبی خود تکانی نداد و برعکس حتی به عکس العمل و مخالفت واداشت تا حد تکفیر و طرد. این منطق دو ارزشی گذشته از آنکه برخواسته از تبلیغات قدرت‌ها و کشمکش‌های واقعی و چشمگیر جهانی بود، از محدودیت‌های ذهنی و راحت طلبی‌های فکری نیز ناشی می‌شد. البته بعداً درباره اینکه منطق دو ارزشی منظور چی هست بیشتر توضیح می‌دم. همچنان که یک جانبه نگری و سطحی اندیشی نیز در آن نقش داشت. به عبارت دیگر در میزان سخت جانی این منطق دو ارزشی لازم است که به محدودیت‌های وجودی انسانی نیز رجوع کنیم. بنابراین زمانی که به بازاندیشی می‌پردازیم، نه فقط این یا آن شیوه مبارزه، این یا آن تحلیل سیاسی و حتی این یا آن خط فکری و مکتب عقیدتی، بلکه نوعی از زیستن، بودن، اندیشیدن و عمل کردن است که در یک عرصه پهناور هدف بازاندیشی قرار می‌گیرد. آن نوع از زیستن، بودن، اندیشیدن و عمل کردن که سنگینی و اهمیت مسئولیت و تلاش را به جای درون به بیرون، به جای خود به دیگری، به جای محتوا به فرم، به جای روح و جوهر به شیوه و چارچوب و مکانیسم، به جای عمق به سطح و به جای پایین به بالا منتقل می کند و نسبت می دهد. آن که در جستجوی راه حل‌های سهل الوصول، تحولات فوری و سریع، هیاهوهای مقطعی است. آن که به قدرت، تبلیغات، ملاحظات، تشریفات و چیزهای از این قبیل بهای بیش از حد ضروری می‌دهد و انسان‌ها را در نهایت همچون مهره‌های تابع همین پدیده‌ها می‌خواهد. و متأسفانه از این لحاظ غالباً راست و چپ، انقلابی و ارتجاعی، رژیم و اپوزیسیون به یک گونه عمل کردند، چون در مجموع از یک سیستم ارزشی تبعیت نمودند و نیز چون خود این مفاهیم و مقولات در زمانی که نیازمند بازاندیشی و تعریف مجدد بودند با همان برداشت‌ها و طرز تلقی‌های سابق به کار رفتند. راست و چپ معمولاً تنها با ارجاع به یک بُعد محدود و آن هم کلی بافانه تحت عنوان عدالت اجتماعی ارزیابی و تقسیم بندی شده است و زمانی هم که قرار بوده مشخص‌تر و ملموس‌تر شود این یا آن قطب قدرت جهانی، این یا آن ایدئولوژی یا نظرگاه فلسفی نقش مرجع چون و چرا ناپذیر پیدا می‌کرده است. هر رژیمی که بر سر کار بوده است نه تنها ارتجایی و عامل و مظهر تمام پلیدی ها تلقی می شده، بلکه مردم و روابط و ارزش های حاکم بر آنها و میان آنها معصوم و مبرا از خطا و مهمتر از آن هر نیروی مخالف با آن، به خصوص اگر به شیوه ها و شعارهای رادیکال توسل می جسته، انقلابی و فرشته خو و مظهر تمامی جنبه های مثبت به شمار می آمد است که نه تنها امروز از خطا مبراست، بلکه در آینده هم که به قدرت برسد حتما به گونه کاملا متفاوت از نیروهای ارتجایی و رژیم حاکم عمل می نماید. و چون هدف چنین جایگزینی انتقال قدرت به هر قیمت بوده است، در این میان هر وسیله و شیوه موجه و مقبول شمرده می شده است، بیان که این یا آن نیرو حتی اندکی به خود زحمت تأمل در خود مفهوم و ماهیت قدرت و مبانی و زمینه ها و عوامل سازنده آن بدهند و مهمتر از آن بیان که برای مردم در تحول خود و
در تحولات اجتماعی و سیاسی نقش چندانی قائل شوند. تمامی نظام اجتماعی به ماشین دولتی خلاصه می شده که انگار با درهم شکستن شدن آن معجزه‌ای رخ می دهد و به سرعت یا در ظرف مدتی کوتاه بدی تبدیل به خوبی می شود. جهان از دو اردوگاه شیطانی و رحمانی تشکیل می شده است که در آن عده‌ای ذاتاً بد و شریر هستند و قلدری و گردن کلفتی می کنند و عده دیگر نیز وظیفه دارند که در مبارزه بیامان رحمان را جایگزین شیطان نمایند. بیان که روشن شود در رسیدن آن شیطان به این مرحله بقیه عوامل و نیروها و از جمله خود مردم چه نقشی داشتند و چگونه ممکن است بدون آغاز به تغییر و تحول در خود عوامل و نیروهای اجتماعی رحمان جدید خود تبدیل به شیطان دیگری نشود. در توضیح این گونه صف‌بندی اساسی و این ویژگی‌های ذاتی نیز در بهترین حالت به یک تحلیل صرفاً طبقاتی توسل می‌جستند که در آن سرمایه‌دار یا امپریالیست حامل تمامی شهرها و پرولتاریا یا خلق واجد تمامی محاسن تلقی می‌شده است که اگر همچنین نبوده نیروی پیشتاز انقلابی با صفاتی که از کرات دیگر به ارمغان آورده کمبودهای اینان را جبران می‌کند و سرانجام بر خصم فائق می‌آید و در این میان نادیده گرفته می‌شده است که اگر نظامی در کار است سرمایه‌دار و پرولتاریا در واقعیت خود جزئی از همان نظامند. طبقه بورژوا و طبقه کارگر هر دو متعلق به نظام سرمایه‌داری هستند و تا آفرینشی در زمینه‌های فکری و فرهنگی و عملی صورت نگرفته است آنکه جبران در این یا آن طبقه قرار گرفته است هیچ گونه فضیلت پیشاپیشی بر دیگری ندارد، چرا که تمکین به زور و استثمار و پذیرش ستم و تجاوز به خودی خود عامل و منشأ هیچ گونه فضیلتی نمی شود. و نیز غافل از این که نیروی پیشتاز انقلابی نیز به درجات بسیار تأثیرپذیر از همان سیستم ارزشی است که تا آن را در ابعاد و مبانیش نشکافته و در پی آفرینش ارزش‌های نو بر نیامده باشد هیچ دلیلی ندارد که از همان مهره‌های تمکین پذیر این بار تحت عناوین و نام‌ها و توجیهات دیگر در خدمت تشکیل سیستم دیگری از تعبد و تمکین و سلطه بهره نگیرد و این بار به اتکای همانها به بهره‌کشی و اعمال خفقان نپردازد که نمونه‌هاش هم زیاد دیدیم. تا گرایش به مداخله در امور دیگران، راه بردن مردم، اعمال سلطه و قیمومیت، سرمایه گذاری بر روی ضعف‌ها، نیازها و فرمانپذیری‌ها وجود داشته باشد و تا زمانی که یک گروه کوچک به خود اجازه دهد که پیشاپیش به هدف کسب قدرت و در دست گرفتن زمام اختیار یک جامعه و یک ملت دیگران را تبدیل به مهره‌ها و ابزارهای حرکت و هدف خود سازد، نظام اجتماعی همچنان سلطه‌گرانه، سلطه‌خیز و محروم از آزادی باقی می‌ماند. تا زمانی که استقلال افراد به رسمیت شناخته نشود، استقلال یک جامعه و ملت معنا و تضمینی ندارد. تا وقتی که در درون یک حزب یا گروه دموکراسی وجود نداشته باشد، دموکراسی اجتماعی و سیاسی در مقیاس ملی حرفی پوچ و بی‌محتوا است. تا وقتی که اعضای جامعه خود به حقوق خیش آشنا نباشند و به تمکین و تسلیم تن دهند و تا وقتی که در روابط میان افراد سلطه‌گری و مداخله‌جویی و حق کشی و تحمیل برقرار باشد، هیچ پیشتاز و نخبه فرشته خویی نمیتواند پیدایش و تداوم یک نظام عادلانه را تضمین کند و در این صورت مقولاتی چون استقلال، دموکراسی، عدالت اجتماعی و غیره نیز هم بی محتوا و هم بدون تضمین میگردند. بدین ترتیب میبینیم که هر تحولی در راستای استقرار آزادی و عدالت تا کجا به ارزش‌ها و دیدگاه‌ها و روابط اجتماعی بستگی دارد و تا کجا از یک جنبش فکری، اخلاقی و فرهنگی جدایی ناپذیر است. تا دیروز می‌گفتیم فلانی دموکرات و حتی دموکرات انقلابی است. چرا؟ چون با استبداد و دیکتاتوری جنگیده و می‌جنگد و مهم نبود که چرا می‌جنگد و با چند انگیزه و بر اساس چه دیدگاهی و با کدام استبداد، در کجا و چه مکتبی و بر اساس چه روندی و با طی چه مراحلی دموکرات شده است.
آیا صرف جنگیدن با یک رژیم دیکتاتوری و نه با ارزش‌های دیکتاتوری و قیم منشانه؟